درود بر شما مهربان یاران گرامی. امروز میخوام در رابطه با تاجیکستان یه توضیح کوچیک بهتون بدم و در رابطه با رهبر، رئیس جمهور و فرمانده و پاسخور این سرزمین آریایی تاجیکستان که شخصی نیست جز امام علی رحمان. از همین جا من میخوام اعلام کنم که امام علی عزیز، درود بر شما. امام علی رحمان آری، اما پروانه میخوام که از این پس شما رو امام علی آریایی بنامی، چون رهبری جهان آریایی رو به دست گرفتی و چقدر عاشقانه از سرزمین اهورای تاجیکستان پاسداریت کردید. تا چند روز دیگه سپتامبر که میشه جشن ملی و استقلال تاجیکستان هست، از سال 1992 که امام علی آریایی رحمان فرنشینی یعنی ریاست جمهوری سرزمین مستقل رو به دست گرفت. یکی دو سال اول خیلی سخت و دشوار بود، چون فقر و تنگ دستی سرزمین رو گرفته بود، جنگ‌های داخلی، اسلامیون می‌خواستن جاوا کنن. من خیلی هاشون رو میشناختم، میدونستم کارهایی که میکردن و تمام جهان تازی، جهان عرب تقویت میکرد اینها رو که تاجیکستان رو به مسیر باطلی بکشن. فرنشین این سرزمین آریایی امام علی رحمان، امام علی آریایی، خیلی شجاعانه رستموار تونستی سرزمین رو خوب نگه داره. یادم چند سال پیش که امام علی رحمان پاریس اومده بودن، در یونسکو جشن نوروز رو تاجیکستان برگزار میکرد، دختر من شیوا کتاب آیین اوستا رو بهشون هدیه کرد اونجا و گفت این از طرف سیاوش اوستاست براشون. امام علی رحمان اونجا گفتن سیاوش اوستا این دوست ماست، دوست ماست. بله، من سالهاست که دوست تاجیکستان هستم، دوست هستم با مردم و فرنشین این مملکت اهورایی و آریایی. و امام علی فرمانده و فرنشین جهان آریایی است. کارهایی که کرده بارها در برنامه‌های رادیو تلویزیون خودمون ازش یاد کردیم به زبان‌های فارسی، فرانسوی، حتی عربی، کارهایی به ویژه استثنایی که ایشون انجام داده. و من همواره از هممیهنان عزیزم خواستم که به جای رفتن به مکه، مدینه، کربلا، نجف، سامره، دمشق، زینبیه، برید تاجیکستان، برید تاجیکستان رو ببینید، این سرزمین اهورایی. یادش بخیر استاد سیف الدین عاصمی کشته شد سال 1996، به من میگفت که امام علی رحمانی تصمیم گرفته که تاریخ آریایی رو تاریخ رسمی تاجیکستان بکنه. رئیس آکادمی تاجیکستان ایشون رو کشتن در دوشنبه در مدرسه ای، و پرونده‌ای که زیر بغلش بود گلوله خورده بود، پرونده‌ای بود که ما می‌خواستیم از سر تا سر جهان به اونجا بریم برای همایش بزرگ ابر جهان، جهان آریایی که امام علی رحمانی فرمانده و برنامه گذارش بود. حالا نکته‌ای که امروز خیلی جالبه می‌خوام با آگاهیتون برسونم اون اینه که دوست و برادر نازنینم مسعود سپند یه ترانه خیلی قشنگ داره، مثل همه ترانه‌هاش قشنگ، این دیگه از همه خیلی قشنگ‌تر، که امام علی رحمان خیلی اینو دوست داره. من آریایی‌ام از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب. این خانم مریم جلالی دوست نازنینم خوندن و پسرشون و امیر و همسرشون هم آهنگ رو ساختن و خیلی قشنگ هم خوندن اینا. ولی اینو به تازگی ارتش، ارکستر سمفونی پلیس تاجیکستان خونده، خیلی هم قشنگ بانوی هستن که میخونن. و از مسعود سپند در این رابطه پرسش هایی میکنم که میبینید و خود این آهنگ رو براتون پخش میکنیم. در پایان هم سروده بابک رو پخش میکنم براتون با صدای سیاوش اوستا و سروده زیبای مسعود سپند، با بوسه و مهر.